آمر تضمین کیفیت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در برنامه در خصوص تضمین کیفیت و اعتباردهی در کابل می گوید که تمامی ادارات برای ارائه خدمات با کیفیت در کشور ایجاد می شود و بخش تضمین کیفیت در کاهش ضعف ادارات و کارکرد خوب در کشور اثر مثبت دارد. در اداره دی با کیفیت خدمات و دی تقدیم دی پار جوریگی. هر اداره دا که ده وزارت تحصیلاتی که ده معرفی که ده تخنیکی و مسلکی زده کرو اداره ده باید خ خدمات وړاندی که با کیفیت خدمات. همزمان با این غلام حیدر شهامت سرپرست این اداره میگوید که اکنون 29,000 از کارمندان امارت اسلامی در بخش اداره و منیجمنت سرگرم آموزش هستند و همچنان در بخش های صنعت، آهن، معدن و گردش و هتلداری انستیتیوت های ایجاد می شود. مجاهدینی که در سطح پایین بود لله الحمد فعلا 29,000 مجاهد درس می خواند در بخش اداره و منیجمنت و یک کامیابی بزرگ برای امارت اسلامی هست و برای ملت ما. خدای نکرده مجاهدین بیکار نشوند که باز عمو نتیجه زمان جهاد مجاهدین سابق باز تکرار بشه. رئیس برنامه های تضمین کیفیت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی می گوید که این برنامه در 34 ولایت راه اندازی می شود و تا اکنون 11,000 دانش آموز فارغ و حدود 60,000 دیگر سرگرم آموزش هستند. حدوداً ما از روی فراغت امسال خود اگر در نظر بگیریم حدوداً 10,000 الی 11,000 ما امسال فارغ داشتیم و اضافه تر از 60,000 ما محصل. به گفته محسن سادات رئیس تضمین کیفیت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 115 رشته حرفوی و 73 رشته اساسی در این انستیتیوت ها در حال حاضر تدریس می شود.